سلام علیکم، چطورین؟ خوش اومدین به یک گشت و گذار تایلندی دیگه. امروز قراره بریم زیپلاین، میخواییم بریم کافه مادابوا، همونجا که برای عکس خیلی خوشگل میشه و اگر وقت کنیم خریدامونم بکنیم که کلا یکی دو روز دیگه بیشتر نمونده از سفرمون. خیلی خوب بود و واقعا کیف کردم، خیلی جای قشنگیه پوکت. حالا موهام هم الان خوبه چون بافته بودم، امیدوارم که یکم اینجوری بمونه چون هوا امروز از اون هواهای گرم و شرجیه، باید دیگه قید آرایش و مو و اینا رو زد. ما دیگه تور نگرفتیم دیگه، خودمون ماشین داریم، با ماشین خودمون میریم، اینجوری بیشتر به کارام میرسیم، یه صبحونه بزنیم و راه بیافتیم. اینم از صبحونمون. کلن هرچی به روز آخر سفر آدم نزدیک میشه بیشتر دستش میاد که توی سلف هتل چه چیزایی بیشتر دوست داره. یه راست میره سراغ اونا. ما بچه ها رسیدیم اینجا، پکیج های مختلف داره که حالا زیپلاین، رولر، خیلی چیزهای دیگه جزشه و محیط فوق العاده خوشگله. اینجا هم حتی ویت فروشیه و محیطش خیلی قشنگه. کلا اگر بخوای فول پکیجش رو برداری که حدود 3000 خورده بتن، 3 ساعت تو برنامه دیگه چیزای مختلف سوار میشی، کارهای مختلف میکنی، ولی تا همینجاش خیلی جای خوشگلیه. توی پوکت چند تا زیپلاین هست و اونی هم که تورا میبرن اینجا نیستش، اونیه که خیلی کوتاهه، در حد مثلا 2-3 دقیقه روی زیپلاینی، ولی اینجا جز خفن‌ترین زیپلاینای حتی دنیاست. برای همین با اینکه حالا قیمتش زیاده، ما گفتیم که یه تجربه ایه که خب هر جایی نمیتونی داشته باشی، برای همین گفتیم حالا اشکال نداره پولش زیاده، ولی خب هر جایی نیست دیگه، حالا معلوم نیست آدم دوباره بیاد پوکت یا نه، کلن برای همین اینجا رو انتخاب کردیم. ولی محیطش خیلی قشنگه و تفریح های مختلف داره که حالا اگر بشه براتون همه رو فیلم میگیرم. فکر کنم خودشون هم فیلم برداری حرفه‌ای دارم، ولی خب الان نمیدونم که بشه بگیرم یا نه چنده، چون اصولا عکاسیاشون گرونه. بریم ببینیم چی پیش میاد. خب دوستان عزیز، ما زایه شدیم، برنامه برای امروز کنسل شد به خاطر اینکه همش پر بود. چند تا سانس داره اون 3 ساعتی که میخواستیم، 8 صبح، 10 صبح و 3 بعد از ظهر همش پر بود. فقط مثلا یه سری برنامه های کوتاهش مونده بود و ما یه کار ریسکی داریم انجام میدیم، گفتیم روزی که پرواز داریم، چون پروازمون شبه، همون روز بیایم. و از توی سایت هم گرفتیم، شما اگر خواستیم بگیریم به نظرم از سایتش بگیریم، تخفیف داشت تقریبا نفری 500 بعد ارزونتر میشه توی سایت. و اینکه الان احتمالا بریم کافه مادابوا، اینجا ببینیم چقدر خوشگله رستورانشه، و همین دیگه بریم ببینیم که جز مادابوا هم میشه جای پیدا کنیم امروز بریم. گفتم حتما اینو بهتون بگم چون این نکته رو ما خودمون تو ولاگا ندیده بودیم که باید رزرو کرد. اینجا فکر کنم رستورانشه، خیلی خوشگله، حتما هم به نظرم یکی دو دست لباس داشته باشین که اینجا میخواین بیاین، عکاسی هم زیاد میشه کرد و شلوارک و اینا هم بپوشین چون زیپلاین اذیت میکنه اگه دامن باشه. البته خودم هنوز نرفتم چیزایی که اینجا دیدم. بچه ها فکر کنم این درخت موزه، اینجا موزاشون همین موز کوچولو هست، خیلی هم خوشمزه است. این برم نارگیله، تو هتل هم پر نارگیله و من همش فکر میکنم که اگه شاید هم نارگیل نیستم هم چیه، اگه بیفته رو سر مردم چی میشه. بچه ها اومدیم کافه مادابوا و اولش اینم به همون گفت پره و جا نداره تا ساعت 5 و 6 که دیگه اون تایم هم عکاسی واقعا به درد نمیخوره اینجا. دیگه داشتیم ناامید میشدیم بریم، فهمیدیم نه، فقط این پکیج عکاسیش که هلیشات و 360 و ایناست پره، که مثلا اونا هم نمیخواستم بگیرم چون به نظرم هزینه بی خودیه. یعنی مثلا حدود 1.5 میلیون اینا برای مثلا 10 ثانیه 5 ثانیه فیلمیه که میره روی هلیشات. حالا اینجا هم الان بهتون نشون میدم، یه نوشیدنی چیزی هم میگیریم، میز گیرمون اومد بعد یه رو و یکم هم عکاسی کنیم و بریم برای مقصد بعدی. اینجا محیط خود کافه و میزصندلیاشه و تنها ایرادی که میتونم بگیرم این که هوا خیلی گرمه و این پنکه ها جواب نمیده، و
ولی خب 99% افرادی که میان کافه مادابوا برای عکاسی میان، همینطور که میبینین، و واقعا هم خیلی عکس و فیلم های قشنگی میشه اینجا گرفت. میتونین توی این قایقا هم دراز بکشین، هلیشات بفرستن بالا، همون 1.5 میلیون که گفتم، ازتون فیلم و عکس بگیرن. ولی ما خودمونم با گوشی هرچی فیلم و عکس گرفتیم خیلی خوشگل درآمد و به نظرم خیلی احتیاجی نیست. خوبیش هم اینه که هیچ ورودی نمیگیرن و همون غذا و نوشیدنی سفارش بدین، اوکیه. اینم از سفارشامون که یهو تصمیم گرفتیم همینجا نهار بخوریم. سمت راستی یه خوراک میگو بود که مزهش افتضاح بود و اصلا نتونستیم بخوریم، ولی سیب زمینی و برگر رو خوردیم. برگر هم سایزش کوچیکه دیگه. ارزش یه بار اومدن رو به نظرم 100% داشت، چون هم طبیعت خوشگلی داره، این گلای نیلوفرش خاصه و هر جایی نمیتونین پیداشون کنین، همین که یه تفریح کم هزینه است دیگه. با یه سفارش غذا یا نوشیدنی میتونین چند ساعت اینجا بشینین، هم از فضا استفاده کنین، هم کلی عکسای خوشگل بگیرین و یادگاری داشته باشین. بریم تو ماشین لباس عوض کنیم و بریم خرید. اومدیم فروشگاه بیکسی که یه فروشگاه زنجیره‌ایه مثل هایپر خودمونه، ولی خب خیلی بزرگه. گفتم براتون ولاگ بگیرم به شما نشون بدم، چیزای عجیب غریب خیلی اینجا هستش و میخوام یه سری خوراکی باحالم بگیرم که بیارم تهران با هم تست خوراکی داشته باشیم. ببین اینا انواع ماهی و میگو و کلن سیفود خوش شده است که من دوست ندارم، وگرنه میگرفتم، چون خیلی به نظرم اینا بو میده. تقریبا قیمتش هم از 200,000 تومان خودمونه به بالا و بستگی داره که چی هست. این برم حالت میوه خشک داره، ولی خب میوه های استوایی دیگه. این همین دوریان پوگندو است، قیمتش هم تقریبا زیاده، مثلا حدود 1,000,000 خورده میشه. اینا رو ببین، خاویاره قیمتش هم حدود 300,000 تومان میشه. اینا جالب بود به نظر من، نمیدونم ترکیب خوبی بشه یا نه. موز و تمر هندی، موز و پشن فروت، قیمتش هم خوبه، حدود مثلا 80-90 تومان میشه. اینا فکر کنم نونای طعم داره، قیمتش هم حدود 50 تومان میشه، مثلا با طعم پیتزا و کره و اینجور چیزا. این مثلا چیپس سیب زمینی شیرینه، ولی خب چون پکه من این همه نمیخوام. 114 تاست، حدوداً 167 تومان. این قسمت هم همین نودلاست که همیشه با هم تستشو میگیریم، قیمتش خب نسبت به ایران بهتره. ایران مثلا از 80 تومنه تا 120 تومن. پیام بازرگانی، ولی خب اینجا همون حدود 60 تومن اینطور در میاد. ببین اینا همه میوه خشکه تا اون پشت. حالا بگردم ببینم من چی میتونم بگیرم که خیلی بزرگ و جایگیر نباشه. ببین از این میوه خشک هم داره که حالت ترده، مثلا این حدود 140 تومن در میاد موزه. مثلا من خودم اینو میخوام بردارم، تمر هندی با آلو. اینا هم جالبه، ولی نمیدونم فقط جلبکه یا نه. اینکه اصلا جلبک دوست ندارم. اینا فکر کنم یه چیزیه با هشت با، شاید اینو بگیرم امتحان کنیم. حتی بامیه خوشی هم دارن. این مثلا کلن چیپس وجیه، جالبه نه، اینو بگیرم. اگه گفتین این چیه، پوست مرغ ترد، حدودا قیمتش هم مثلا 50-60 تومان. اینم بازی اسنک جالبه به نظرم، تابی با طعم ژاپنیزه. خیلی اسنکاشون متنوع است، من گفتم اینو بگیرم صورتی خوشگله. این قسمت هم خیلی جالبه، لوبیا و باقالی و اینجور سبزیجات رو به صورت اسنک درآوردن، قیمتش هم خیلی خوبه. انقدر که محصولات اسنکی دریایی دارن، چیپس و پفک ندارن واقعا، خیلی جالبه. چه جالب، اینا هم همه ویتامین گامیه، قیمتش هم حدود 50 تومن در میاد. یکی از شغلای اصلیشون هم توی تایلند هم پرورش بادوم هندیه، که هم این مدل رو اینجا داره هم این. برای این اندازه حدود مثلا 270 تومن در میاد.
حتی مدل اینجوری طعم پیاز و پیازشو، یعنی حالت غذایی هم داره، مدل های مختلف داره دیگه. یه سری خوراکی مارکی گرفتم تقریبا شد 300,000 تومان، 220 بعد. حالا بریم جای دیگه، خیلی بزرگ بود، دوست داشتم بگردم ولی خب تایم همون میگیره دیگه، انقدر وقت ندارم. برای نوشیدنی هم فوق‌العاده کامل، اگر اهلش هستین، بدون اینکه اینجا فکر کنم بیشترین تنوع رو داشته باشه. اومدیم میوه بگیریم که با خودم بیارم ایران. همه جا پر از این دکه های میوه فروشیه که بوسکنده و آماده است که همونجا بگیری و بخوری، ولی خب اینا به صرفه در نمیاد، اینا فقط برای همونجا خوردن خوبه، آماده است دیگه. ولی خرید اصلیم اومدم از این میوه فروشی ها کردم. قیمت ها رو که میبینین خیلی خوبه، یعنی قیمت یه دونه هر کدوم میوه هاست توی ایران، یعنی اینجا میتونی یک کیلوشو بگیری. میبینیم دیگه مثلا آناناس تقریبا کیلوی 20,000 تومانه، ولی خب ایران خیلی گرون تره. از این تمر هندی هم گرفتم برای مامانم و اینجا چند مدلم دستشون در نکنه بهمون تستم دادن که راحت تر بتونیم خرید کنیم، که من از اکثرش خوشم نیومد. اونایی که تو چند شب پیش خورده بودیم و میدونستم خوشمزه است همونا رو گرفت، ولی تنوع میوه‌هاشون عالیه، حتما اومدیم تست کنیم. اومدیم یه ماساژ هم بگیریم در آخر که خستگی روز شلوغ بلوغمون در بره. این دفعه قرار شد فوت ماساژ بگیریم، یعنی همون ماساژ پا که تقریبا تا رون رو ماساژ میدن و یه کوچولو هم آخر شونه و گردن رو ماساژ میدن، ولی فوق‌العاده حرفه‌ایه و قشنگ خستگی رو از جونت میکشه بیرون، مخصوصا برای روزایی که آدم اینجا میره خرید و خیلی راه میره، واقعا واجبه. قیمتش هم 250 بعد یا 350,000 تومان بود، حتما پیشنهاد میشه. خوبیش هم اینه خیلی از جاهای ماساژ تا نصف شب بازه، مثلا اینجا ساعت 1 نصف شبه و این خانم هم خیلی شیک اومده بود، این موقع شب داشت موهاشو میباف، شوهرش هم تخت گرفته بود خوابیده بود تا کارش تمام شه. مرسی که با این ولاگم همراه بودین. یادتون نره که حتما نظراتتون رو برام تو کامنت ها بنویسین. تا ویدیو بعدی، خدافظ.